میکنی؟ چرا نامه ها رو بدون اینکه بخونی پاره میکنی؟ شاید یه دردی داره. بخون ببین چی میگه. چه میدونم، شاید مریضه، شاید چیزی شده. مریم جون بسه، بسه. بعد هر نامه همون حرفا رو نزن. اما تو هم یه بار بازش کن بخون لطفا. نمیخوام بخونم. نمیخوام اونو ببینم. همچین آدمی واسه من وجود نداره. نیست. مهم نیست چی نوشته. دیگه هم درباره شرف نزن. همه ترلیا پرن آقا برال، غیر ممکنه اون تاریخ بتونیم بار بزنیم. پس کرایه کنین، یه کاری بکنین دیگه. اون بارگیری باید انجام شه. آقای برال در مورد بارگیری سکوی شماره 3 حرف میزنن. برنامه ها با هم تداخل پیدا کرده، ولی حتما باید یه ترلی پیدا کنیم آقا مصطفی. پیدا کنیم خب. تریلی که از روسیه میاد یه روز زودتر برسه بارا میزنیم. یکی از راننده ها رو با هواپیما بفرستین روسیه، بدون استراحت برگرده. اینطوری یه روز جلوتر میافتیم. اینطوری میشه یه فکری براش کرد. خیلی خوب، خودتون حلش کنیم. نگران نباشیم. ویسل رو به عنوان راننده کمکی میفرستم، نظرتون چیه؟ اگه بدون معطلی راه بیفتن. خیلی خوب، ویسل رو بفرست. هر شب دیر میاد خونه، معلوم نیست کجا میره، چی کار میکنه. میترسم یه وقت برامون دردسر درست حرف کنه. حرف نمیزنین؟ مگه میشه باهاش حرف زد؟ درو میکوبونه، صداشو میبره بالا. قبلن هم کم حرف بود. بعد این ماجرا یک کلمه هم حرف نمیزنه. بعد اون ماجرا تو خونه ما هم حرف دیگه ای زده نمیشه. همون بهتر که ندونی و نشنوی. دقیقا. شمسی هم خیلی به هم ریخته. امیدوارم مشکلی بینتون نباشه. میونمون با اونم اصلا خوب نیست. خسته شدم از بس مثل دوتا مجرم توی خونه زندگی کردیم. حتی چند وقت پیش بهش پیشنهاد طلاقم دادم. فکر میکنی بعد طلاق چه اتفاقی میفته؟ اون موقع ورال گوشه‌گیرتر از قبل میشه. اون اصلا به ما فکر نمیکنه. هیلمیه، کوچکترین ارزشی برامون قائل نیست. به نظر من الان وقت مناسبی نیست. هیچ کس از این جدایی سودی نمیبره لمان جون. گذاشتن و رفتن راه حلش نیست. فکر نکنم برای اتفاقات بعد طلاق آمادگی داشته باشه. چی بگم؟ دلم میخواد یه اتفاق خوب بیفته. هممون همینو میخوایم. موضوع رو عوض کنیم، یکم غیبت کنیم بخندونتمون. چی شده؟ منیر قسمشو شکسته، انگار دوباره قصد ازدواج داره. تو رو خدا، مثل پسر بچه های میگه خواهر چی بپوشم چی بگیرم.
میدونی که همه چیو به هم میگه. خوب از شب عید دلش طلب طلب میکنه. همون دختره که فامیل ملتمه؟ آره، هنوز قضیه زیاد جدی نشده ولی بعد طلاق از زنش اولین بار میبینم اینقدر هیجان زده است. انشالله به سلامتی. به سلامتی. موبایلشو زمین نمیذاره، پشت سر هم گل و کادو میفرسته. حالا ببینیم چی میشه. لیمون میبخشید، اعصابم به هم ریخته. موقعی خوشحالی گریه میکنم، موقعی ناراحتی هم گریه میکنم. راحت باش عزیزم، برای همه گاهی پیش میاد. این وران منو دیغ داد، همه یه زندگیمون زیر و رو شده. بیا بری صورتتو بشور، حالت یکم بهتر میشه. بریم عزیزم. اینجا رو بعد امضا کنی ملتم جان. اینجا و آخرین امضا. خب مبارک باشه ایشالله. خب سلیم هم کدوی اصلی عروسی تو بهت تحویل داد. منم. خوب مبارکه ایشالله. خیلی ممنون. رسمن یکی از شرکای شرکت شدی. من بعدم بقیه کارا رو انجام میدم. مبارک باشه. ممنونم شریک. اصلا خودشو گرفت. خب این امضا حداقل به اندازه امضایی که تو دفتر ازدواج زده میشه اهمیت داره مرتب جان. خب حالا دیگه هر روز محکمتر از قبل. بیا تو. بعدم میام. بیا وورال، بیا، لحظه تاریخیه. به ملتم تبریک بگو، شریک جدید شرکتمون شده. جدی؟ تبریک میگم. خیلی ممنون. خب چی میگفتم؟ رابطمون هر روز که میگذره محکمتر از قبل میشه. این قرار دادم پیش من میمونه. آشه. امروز یه جشن کوچیک میگیریم. آره، ملتم ما رو ببره به دیسکو. دلت صابون نزن، قراره با هم باشی. الو، اومدی؟ باشه، برو تو اتاق، من الان میام. وورال، این کار یورین چی شد؟ داریم حلش میکنیم. عالیه. وورال، تو چی میخواستی بگی؟ فردا صحبت میکنیم. باشه. فعلا. مقدس اومد، اومد، خدا رو شکر. من میرم ماشین رو نشونش بدم. وایسا پسرم. وایسا پسرم. مامان، مامان، ماشینمونو ببین، خاله مریم گرفته. چه خوشگله. کجا بودی مقدس؟ عمو کریم و بود مارم برد گردون. وایسا پسرم، کجا بودی؟ سبکو نفس تازه کنم، رحمی اوف، رفتم پیش بیهان خانوم، دیدم خونه نیست، گفتم یکم خرید کنم. چه خبر فاطمه؟ گفت سلامتی. کجا رفتی خرید مقدس؟ کجا رفتی؟ چند ساعته نیستی؟ صبر کن تعریف میکنم. سلام، خوش اومدی. بیهان خانوم اون دفعه چند تا مغازه ارزون فروشی تو اسکودار معرفی کرد، وقتی دیدم خونه نیست رفتم اسکودار، با پرسوجو تاکسی پیداشون کردم. خونه ها خیلی قشنگن اونجا ها، البته داخلشو ندیدم، مغازهشون هم نگاه کردم، بعدم اینا رو گرفتم، یکم چرخیدم برگشتم خونه. همین دی
دیدین پیش یاشارانا نرفته بود، بی خود نگران شدیم نرفته. چه یاشارانی؟ ما اینطوری فکر کردیم، من اینطوری فکر کردم، فاطمه گل نه، من اینطوری فکر کردم. موقعی که سوار تاکسی میشدی دیدمت، فکر کردم بازم میری پیش وکیل منیر. به حق چیزای نشنیده و ندیده، چه وکیلی؟ اینقدر خسته شدم پاهام دیگه نا نداره، من برم یکم استراحت کنم. دیدی فاطمه گل؟ آره دیدم، معذرت میخوام. دیدی مریم خانم، نرفته پیش یاشارانا، فاطمه گلم بی خود نگران بود ولی تو گفتی، گفتی حتما رفته بازار. آره گفتم.